با سلام خدمت تمام بینندگان خوب شبکه مرکزی، امیدوارم که هر جای دنیا هستی روز روزگار به شما خوش گذشته باشه، سلامت و تندرست باشید. ما هم شکر داریم خداری که یک بار دیگه به ما فرصت داد در اختیار شما عزیزان از این طریق تلویزیونی باشیم. شاید اطلاعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم در رابطه با تغذیه به شما کمک کنه. ضمن تشکر از تک تک شما که این برنامه رو میبینید، وقت عزیزتون رو برای ما میذارید و شما عزیزانی که به ما زنگ میزنید ما رو حمایت میکنید. خدمتتون عرض کنم که شبکه مرکزی در اینترنت میتونید در سراسر جهان ببینید، چه در مرکزی.tv.com یا اینکه جهان.tv.com و glwheels.com این شبکه رو میتونید مشاهده کنید. در خدمتتون هستیم. خدمتتون عرض کنم که امروز برنامه بسیار خوبی داریم، در رابطه با تغذیه صحبت میکنیم، همینطور در رابطه با روح بسیار مهمه و دو تا مهمان برنامه ای که دعوتشون کردیم، البته خودشون دوست داشتن که بیان، منم با کمال افتخار قبول کردم دعوتشون. یه جوانی هستن که بارها برنامه ما رو سالها میبینن که دوست داشتن بیان تو برنامه و دیگر دوست عزیزمون آقای مسعود یکرنگی که در این تلویزیون مرکزی برنامه داره روزهای دوشنبه ساعت 6 راجع به ادبیات و شعر و موسیقی سنتی ما، مخصوصا موسیقی سنتی ما صحبت میکنن و بزرگان موسیقی رو میارن تو برنامهشون و خدا رحمت کنه پدر بزرگوارشون یکی از بزرگان موسیقی ایران بودن، شاعر بودن، معروف بودن، شادروان حسن یکرنگی. خدمتتون عرض کنم که خب خوش اومدید به برنامهمون. خیلی ممنون. خدمت تمام بینندگان شبکه مرکزی سلام عرض میکنم. من بهروز جعفری هستم. جای تشکر داره از جناب دکتر آقای ابوالفضلی که این فرصت رو به بنده دادن که در کنارشون باشم. من به عنوان میهمان هستم اینجا، نه به عنوان متخصص، و خیلی خوشحالم و برنامه خیلی خوبی رو امیدوارم براتون اجرا کنیم. بنده با سلام خدمت یکایک که بینندگان عزیز شبکه مرکزی و تشکر از دوست سالیانی جناب دکتر ابوالفضلی که همیشه محبتشون شامل حال من بوده. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم امروز و براتون میگیم که ما از توصیه ها و در واقع تجربه و دانش جناب آقای ابوالفضلی همیشه استفاده کردیم و بهره‌های زیادی بردیم در این زمینه و امیدواریم که امروز تو برنامه بتونیم کمک بکنیم به شما که این قضیه رو و فواید برنامه ایشون رو واقعا تایید بشه امروز. بله خیلی جالبه. البته من خوشحالم خب شما برنامه دیدید، حالا حضورم در برنامه هستید و خب من سوالی از شما خواهم کرد، شما هم میتونید سوالت کنید. کلن مخصوصا بهروز عزیز که داره میره ایران، جوانی است بسیار سالم، ورزشکار، و ایشون که میخواد بره ایران، پیغام من به ایشون این بود که حتما سعی کن اونجا اول از خانواده خودت، بچه ملای خود، دوستان دوران دبیرستان خود، هر کی رو میبینی راجع به این مسئله تغذیه باشون صحبت کن، ایرادایی میبینی که در خودت دیدی درست کردی با دیدن برنامه ما بتونی بنا کن، که البته خب دیویدی های ما رو هم میبری و بتونی یه خدمتی به جوان ها کنی، شاید اون عده از جوان هایی که نمیتونن برنامه ما رو به هر دلیلی ببینن. و شما هم که خب به هر حال در این حال برنامه هایی که دارید در رابطه با روح خیلی جالبه، چون موسیقی، مخصوصا موسیقی سنتی، شعر روان انسان رو شاد میکنه و این خیلی خوبه برای انسان ها که روانشون هم پاک و سالم باشه. چون انسان ها سه تا مورد ما داریم، یکی تغذیه خوبه، یکی روح روان سالمه، و یکی دیگه حرکته. حالا اون حرکت حتما نباید ورزش باشه که ما بریم سخت وزن بردار کنیم، همون راه رفتن، یوگا، شنا کردن و مسائل دیگه میشه برای حرکت. اینی که خدمتتون عرض کنم که حالا که شما تشریف آوردین اینجا، من می‌خواستم از شما داشتید صحبت می‌کردید قبل از برنامه راجع به هندونه داشتی می‌گفتید، گفتم نگه دار تو برنامه بگو. بله. حالا بگو سوال تو راجع به هندونه. سوال من در مورد هندونه، من هیچ وقت تصور نمی‌کردم که پوست هندونه رو میشه آبش رو گرفت و خورد. چون زمانی که ما بچه بودیم ایران بودیم، ما فقط میدونستیم که پوست هندونه رو میدن به گاو و گوسفند میخوره. بله بله. ولی هیچ وقت تصور اینو نمی‌کردم که یک روز
خود ما پوست آب هندونه رو میگیریم و میخوریم و من این کارو کردم و نتیجهش هم دیدم که چقدر برای سلامتی خودم چقدر مؤثر بوده. بله این ببینید شما خوب نگاه کنید، غذا یعنی هول فود به قول خارجی ها، یعنی شما اون چه که اگر صحبتش طبیعیه باید اون چه که از طبیعت میاد دست نخورده بشه. شما اگر این هندونه رو که در بعضی از کشورها پرورش میگن که دانه نداشته باشه، سیدلس واترملون، اشتباه بزرگه به دو دلیل. یکی این که اون جنریشن دانه ها از بین میره چون همه چی از دانه کاشته میشه. دو این که شما نمیدونید چه خواصی در دانه است. البته یادتون باشه این دانه هست که در وهله اولین هندونه رو به وجود آورده. ما این دانه رو داریم از بین میبریم، معنیش یعنی چی؟ در صورتی که اون دانه پر از ویتامین ای و پر از آنزایم و پر از پروتئینه و قدرت اینه داره که بوته هندونه رو درست کنه، بعد گل بشه، بعد میوه هندوانه بیاد. حالا ما چطور میایم این کار کنیم؟ این کار اشتباهه. پس وقتی ما میگیم هول فود یعنی هندونه رو باید هم دانهشو خورد هم پوستشو خورد هم دا. آخه چه دلیلی داره شما فقط قرمزیشو بخورید؟ که خب اون قرمزی نماینده لیکوپینه که ضد سرطانه و مواد قندی بالا داره که انرژی میده خیلی خوب، حالا ویتامین هم داره، آهن، همه. ولی یادت باشه تو پوستش بیشتر مواد غذایی است تا تنها تو قرمزیش. یعنی قسمت سفید و سبزشو که میبینید سفیدیش پر از فوانویده که برای رگها، بازسازی رگها خوبه، و این قسمت به اصطلاح سبزش کلروفی توه. کلروفی تو یعنی آب این پوست سبزو که میگیری با اون قسمت سفیدش، در اصل یعنی خون گیاه. خون ما قرمزه و دلیلی که قرمزه و روی همه مشتقات خون ما با همین آب سبزیجات سبز که میگیره، حالا میتونه پوست هندونه باشه، میتونه کاهو باشه، اسفناج باشه، یکی خون ما. فقط خون ما تو محور آهن از نظر الکترونیک تو محور دور محور آهن میچرخه. مال این گیاه سبز که جوسو میگیریم توی دور مگنزیوم میچرخه، وگرنه تمام خصوصیتش یکیه. و میگن green inside clean inside. حالا اینی که ما چرا اینو داریم از دست میدیم، اشتباه بوده. از همه مهمتر یه ویتامین مهمی، حالا نمیدونم برنامه من دیدی بله. یه ویتامین مهمی این داره که به صورت از آفتاب هم ما میگیریم که این پوستش پر از این ویتامینه، ویتامین ای دی دی بله. ویتامین دی بله. خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم شما راجع به این جوشگیریایی که ما کردیم، خب عملا همه رو انجام شما یعنی اون چیزی که واقعا جوسی که تا حالا گرفتید دوست داشتید کدوم جوس بوده؟ از ولی در حقیقت من شروع کردم به توصیه های شما از 3 سال پیش که یه روزی یه مشکلی داشتم و شما توصیه کردید که اصلا سیستم غذایی و سیستم به اصطلاح خوردن میوه و سیستم تغذیه ما عوض کنم. البته من 100% به علت گرفتاری ها و مشغله های زندگی هیچ وقت نتونستم این کار بکنم، ولی یه چیزی بوده 70% این کار رو انجام دادم. مهمترین چیزی که تغییرات عمده ای داد در واقع سلامتی من و اون حس سلامتی که شما دارید، یه موقع هستش که شما سلامت هستید ولی اونو حس نمی کنید، با دارو و این بر و اون بر دردی حس نمی کنید، ولی این موقع هستش شما سلامتیتون رو حس می کنید. این حالت در من از موقعی به وجود اومد که من توصیه شما رو قبول کردم. صبحا بلافاصله بعد از اینکه بیدار میشیم یه لیوان آب تقریبا با درجه حرارت اتاق، درجه حرارت محیط، یه لیمو ترش توش میشه کنیم و اونو میخوریم و بعد نیم ساعت بعدش شروع میکنیم یا با میوه یا با یه مقدار غذا مثل یه تیکه توستی، زرده تخم مرغ پخته ای که آووکادوی گردوی روغن زیتون و این یک موردشه. و از نظر جوس ها ترکیب در واقع کرفس بله. هویج، آفرین. این دو رو من واقعا معجزه ازش دیدم و اون چیزی که شما به من گفتید واقعا گویی که من فشار خون نداشتم ولی بله. با توصیه من به دیگران بله. متوجه شدم که واقعا چقدر این حقیقت داره بله. و مصداقش رو به چشم دیدم در یه دوستان، حداقل در 2 نفر میتونم ادعا بکنم. و اون این که این
کرفس نه تنها فشار خون افرادی رو که مبتلا به های بلاد پرشر هستن بالا فشار خونشون میاره پایین، حتی اونایی که فشار خونشون پایین میاره بالا، یعنی در واقع تنظیم فشار دو طرفه کار میکنه، دو طرفه، و این یک معجزه است. بله. که چطوریه که برای هر دو موثر و کاری. اتفاقا آقای جعفری بهروز عزیز در مورد کبدش ناراحتی داشت خیلی وقت پیش، اینا توضیح بده که اون بله، ناراحتی که داشت چجوری. من ناراحتی کبد داشتم، بعد همیشه هم از این مولتی ویتامینا میگفتن مولتی ویتامین بگیر، هر روز صبح یه دونه مثلا بخور، شبم یه دونه بخور. من فقط چون اهل زیاد میوه هم نیستم، میوه زیاد دوست ندارم، ولی از اون روز که برنامه دکتر آقای ابوالفضل رو که نگاه میکردم، بعد من کاملا این ویتامینا رو همه رو استاپ کردم، قطع کردم و شروع کردم به توصیه های دکتر ابوالفضل که برای کبدم آب هویج بود و چغندر و خیار. آفره. که من آب اینا رو میگرفتم. چند تا لیوان میخوری در روز؟ والا نخوام دروغ بگم، روزی یه دونه رو میخوردم، ولی بعض وقتا خب بیشتر میخوردم، یا مثلا یا یه پارچ درست میکردم میذاشتم توی یخچال، هر وقت دلم میخواست میرفتم میرفتم میخوردم. و اثرش هم واقعا دیدم که چقدر الان از نظر کبد چقدر راحت هستم. خیلی خوبه، بسیار خوبه. خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما اول از این که به قول شکسپیر to be or not to be، شما اگر طبیعت رو قبول داشته باشید و خالق طبیعت رو، یعنی خداوند، حتی ما اصلا بحثی راجع به دین ها و پیامبران نداریم، اونا جای خود دارن هر کدوم، ولی فقط میخوام به ذات خدا توجه کنیم و طبیعتش، این سفره بزرگی که شما میبینید برای سلیقه هر طعمی، یعنی شما اگه یه چیز شیرین دوست نداری ترش برات گذاشته، ترش نداری شور گذاشته، شور دوست نداری به قول معروف تون گذاشته، هر نوع سیب، اگر این نوع سیب رو درست دوست نداری یه نوع دیگه سیب گذاشته. شما نگاه کن، اصلا انواع اقسام سبزیجات میوه‌جات برای شما گذاشته، نتیجتا شما سیراب هستید. این طبیعتی که اجداد ما باشون بزرگ شدن، شما نگاه کنید این مسئله، البته دنیای پزشکی یه جای خود داره، قابل تقدیر و سپاسه، چون جون میلیون ها نفر رو در سراسر دنیا نجات داده و همینجور که پیشرفت میکنه به ما انسان ها کمک کنه، ولی در مورد تغذیه ما داریم صحبت میکنیم، آن چه که در طبیعت هست باید دست نخورده باشه. ببینید انسان های اولیه شما فهمید که خیارشور درست میکردن؟ نمیکردن که، برای اینکه اونها خیار رو میخوردن با آنزایم زندهی که داشت، و این خیاری که میره تو بدن برای کلیه خوبه، چون هر میوه‌جاتی غیر از اون که برای همه ارگانا خوبه، بعضیاشون مختص، یعنی برای یک اختصاص داره، برای یه ارگانی، مثلا خیار برای همه چی خوبه، برای ریزش مو اینا خوبه، برای پوست خوبه، ولی تشنگی رو رفع میکنه، حرارت بدن رو کاهش میده، ولی برای کلیه، کسایی که مشکل کلیه دارن بسیار خوبه، چون اون آنزایم کدی که در خیار است مستقیم آب خیار و مواد غذایی رو میبره رو طرف کلیه هر کدی. حالا در زمانهای قدیم شما میبینید هندونه رو طرف میگرفت، مثل ما نمیاد که قاچقاچ کنه و بذاره رو بقیه‌شو همونجوری که شما فرمودید میریختن بیرون، که الان دیگه این کارو نباید بکنن، ولی اونا میگرفتن و میشکوندن، همینجوری شروع میکردن خوردن. اونو میگم غذایی که دست نخورده از طبیعت. ولی شما وقتی خیار و خیارشور میکنی، این دیگه نمیتونه طبیعی باشه، برای اینکه شما نمکش رو اضافه کرده، درسته که در خیار سدیم و پتاسیم یه لولی داره، معمولا پتاسیم بالاتر از سدیمه، همینجور در بدن ما در سلولامون یک بلنسی داره، وقتی شما اینو نمک میزنید خیارشور میکنید، یعنی بلنس پتاسیم سدیم رو به هم میزنید، دست روی طبیعت. آره دیگه، آفرین. بعد اون خیاری که برای کلیه شما باید خوب باشه، که کلیه یکی از ارگانایی که به فشار رو تنظیم میکنه، این خیارشور برای کلیه بد میشه به خاطر نمک زیادش و فشارتو میبره بالا. خب بعد شما میگی من چرا فشارم بالا؟ من که تو دستکاری کردی، از مسیر سفره خدا اومدی بیرون، یعنی از سفره خدا در اومدی سفره بنده خدا نشستی. حالا این نکته رو می‌خواستم اشاره کنم، شما آیا در این حال به خالق و طبیعت ایمان دارید در دوی شما دیگه؟ بله، شکی درش نیست. بعد از جناب ابوالفضل من اسم یه نکته رو
در ارتباط با فرمایش شما که چند لحظه پیش فرمودید در ارتباط با دکترها و علم پزشکی که البته قابل قدردانی شکی درش نیست و اصلا قابل تعجب هم هست با پیشرفت‌های امروزی چقدر سریع داره پیش میره، ولی نکته خیلی مهم اینه که دکترها بیماری‌ها رو درمان میکنن. درسته. اما اگر انسان در طبیعت اونجوری که حالا توصیه‌های شما نه، اون چیزی که در طبیعت وجود داره، شما با طبیعت عمل بکنی اصلا با اونجایی نمیرسی که به دکتر احتیاج داشته باشی. آفره. داستان سر اینه، مثل اینکه شما اگر اتومبیلت رو میزون نگه داری، به قول معروف توناپش بکنی، اون مینتیننسش رو انجام بدی، دیگه احتیاج نیست، ولی مکانیک اونجا هستش که چیه؟ باید اون ایرادی که شما در اثر کمبود مینتیننس به وجود اومده اینو برطرف بکنه. ولی اگر شما بهش برسی از ابتدا، درست مثل اونه که اون توصیه هایی که در طبیعت وجود داره و شما در واقع توی تمام این ویدیو ها میگه عمل بشه، اصلا احتیاجی به دکتر نخواهد. کاملا درست. خدمتون عرض کنم که مسئله که مهمه اینه که بیشتر ما انسان ها در مورد غذا خوردنمون اون چیزای اساسی خیلی ساده رو اصلا خیلی هم ساده است انجام بدیم، انجام نمیدیم و عادت کردیم و همینا باعث مریضی های ما میشه. در صورتی که اگر این چند تا نکته رو الان من به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، اگر هر کسی توجه کنه زندگیش، یک، دستبندی غذاها، حالا در برنامه بهش میپردازیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما دارید آبگوش میخورید دیگه انگور هندونه باش نباد بخورید. ولی شما چند نفر ایران دیدید که آبگوش میخور انگورم باش همزمان میخورد؟ تقریبا همه آدم بود. یا اینکه وقتی دارید غذا میخورید نباد نوشابه بخورید، نوشابه یخ یا آب، چون زمان داره. یعنی نیم ساعت قبل از غذا باید بخورید یا دو ساعت سه ساعت بعد از غذا. نمیتونید وسط به اصطلاح غذا شروع کنید آب یخ یا اون بدتر از اون نوشابه یخ رو بریزید تو سیستم. یا بعد از غذا فوراً چایی میخورن باهاش. آفر، اشتباس. آره، شما قبل از غذا هر کار دلت میخواد نیم ساعت قبلش انجام بده. اینو عادت میکنه. آخه چه لزومی داره که من مثلا غذا خوردم حتما بلافاصله بعدش باز بستنی بخورم یا چایی بخورم یا کیک بخورم؟ بابا اینو در یک مرحله دیگه انجام بدید. اینه که یک، اینا رو اگر رعایت بکنن در لانگ ترم، در طولان مدت طولانی، طول عمرشون میره بالا و مریضی هاشون کم میشه. حالا چرا؟ شما سوال میکنید از من، باید این سوال کنی. خب من دارم آبگوش میخورم، وقتی هندونه رو همزمان میخورم چه ایجادی، چه اشکالی ایجاد میکنه؟ از نظر علمی شما وقتی دارید آبگوش میخورید، مواد گوشتی و پروتئین چربیه، سیستمی که در معده میخواد هضم بکنه، معده باید خودش حالت اسیدی بگیره، یعنی اسیدی هیدروکلیک تولید کنه، اون پپسین تولید کنه، آنزیم‌های مخصوص رو تولید کنه، داره اینو هضم میکنه، طبق فرمول خودش خوبم جلو میره پیش. یا شما وسط کار هندونه میخورید، هندونه میوه است، مواد قندیه، بدن برای هضم این باید حالت قلیایی به خودش بگیره. حالا چطور میتونه بدن در دو نقش بازی کنه؟ اگه بخواد بیاد قلیایی بگیره اینو هضم کنه، اون گوشت هضم نمیشه، چون بالا حالت اسیدی باید به خودش بگیره. اگر بخواد همون حالت اسیدی بگیره که باید بگیره، اونا رو هضم کنه، این حالت قلیایی نمیگیره، این میوه گوشه میمونه در یه گوشه معده و هضم نمیشه. و بعد چون اون مواد پروتئینی یا گوشتی شاید بگم 4 5 ساعت طول میکشه هضمش، اینا این تو این 4 5 ساعت تو معده میشینه، فرمنتیشن میگیره، یعنی شروع میکنه کپک زدن و ترش شدن و مواد قندیش تبدیل به الکل میشه و الکل به بدن هضم میشه. شما تا حالا شنیدید مثلا میگفتن این طرف واقعا مست، اصلا مشروب نخورد، ولی همیشه دائم الخم، انگار مست طرف. بله. همش مسته. شنیدید؟ واقعا بودن کسایی که به خاطر همین سیستمی که بدنشون تولید الکل میکنه و این الکل اینا رو واقعا مستشون میکرد. اینی که این دلیل علمیشه. حالا چه اشکال داره شما هندونه تو بخوری یک ساعت قبل، بعد نهارتو میخوری، یا اینکه نهارو خوردی یک ساعت بعدش، نه یک ساعت بعد هم نمیتونید، از روی سه ساعت بعد، چهار ساعت بعد هندونه. اصلا هندونه رو باید تنها بخوری، حتی هندونه رو با خربوزه هم نمیتونی قاطی کنید. میوه‌جات همه رو میتونید با هم قاطی کنید، ولی هندوانه و طالبی و خربوزه رو باید تنهایی بخورید، بقیه میوه رو میتونید به اصطلاح با هم مخلوط کنید. ابوالفضیل، در مورد پوست هندونه صحبت کردین، در یه مطلبی من یادم هستش که شما خیلی وقت پیش به من گفتین که واقعا حیفه که آدم پوست میوه ها رو
نخوره دور بریزه. بله. عادته که پوست سیبو بکنن یا پوست خیار. پوست تمام میوه ها رو شما گفتید میشه خورد غیر از گروه مرکبات. بله. ولی در گروه مرکبات اخیراً توی یکی از دیویدیاتون دیدم که شما به پوست لیمو اشاره کرد. دقیقاً میشه خورد. که اونو در آره میشه اونو خورد. برای اینکه معلوم اینجا متفقاً آوردیم شما نگاه کنید این پوست لیمو البته اون مرکبات مثل نارنج و پرتقال و گرفرود و لیمو شیرینا پوستشون یه اویلی داره، حتی این اویل رو استفاده میکنن در ساختن فشنگ، همین فشنگایی که تو هفتیر میذارن، یا اون مواد که در به اصطلاح اینجا فورت آف جولای از اون فشفشه و ترقه بالا میکنن در ساختن مفجره. بله, بله. در ساختن اونا استفاده میکنن و اون اویل در اون پوست اونا هست، در معده دایجستبل یعنی قابل هضم و تجزیه نیست، ناراحتی ایجاد میکنه، برای این اون پوستا اونو نمیشه خورد. ولی اون پوستا رو میشه استفاده کرد جوشون با آب، یا حتی آب اونا رو گرفت با آب برای پاک کردن استفاده کرد، برای معطر بودن هوای مرطوب خونه اینا خیلی خوبه. این چیز که شما میگید همون چیز نیستش که وقتی این پوستو اسکویز همون دیگه آره. کبد میزنید آفرین مثل شعله میسوزه، گفتم دیگه در فشنگ حراره، حالا اونو کانسنتریتش میکنن وقتی اونجا میخوان به صورت پودر اینا حالا. ولی در لیمو اون اویل وجود نداره در پوست، در پوستش، برای همین میشه خورد. حالا این خاصیت تمیز کنندگی داره، پاکسازی داره، کرمای بدن رو میکشه، خود لیمو هم همینطوره پوست و خیلی خوبه. اینه که این هم خیلی ها یاد گرفتن از برنامه های ما، حیفه. شما نگاه کنید این لیمو رو من الان مثلا تقدیم حضور شما میکنم، شما داشته باشید، میخوام یه چیزی رو بگم. این لیمو رو من اینجوری به شما نمیدم، این پوستش رو میکنم، یعنی پوست میکنم، بعد همینجوری ملاحظه. اتفاقا چقدر جالبه شما تشریف میارید اینجا، کار من راحت میکنید که من بتونم یه تکنیکایی رو یاد بدم. خب این لیمو رو میدم خدمت شما، حالا از شما سوال میکنم که شما این لیمو رو برید یه جا بذارید، شما هم برید یه جا بذارید، بعد 4 روز بیاد یا 2 روز بیاد لیمواتون رو وردارید. من میخوام به شما بگم این لیمو رو بعد 4 روز شما وردارید چه تغییری درش میبینید و چه تغییری تو این بله شما چه تغییری در اون خواهید دید؟ تقریبا تغییرش ناچیزه، اصلا نیست، برای اینکه شما باران به خاطر چیه؟ به خاطر که این پوست مواد شیمیایی که داره ضد زنگ زدایی باکتری کشه اجازه نمیده خارج. شما وقتی 4 روز 5 روز به این لیمو میرسید چه؟ کاملا خوش. غیر از اون ممکنه رنگش عوض شه، پشه عجب شه. بله. چرا؟ برای اینکه اون محافظتش رو گرفته. حالا ما انسان ها بدنمون، ارگانامون، همه اینا با اون چه که اتم ها، مولکول ها و مواد غذایی که در طبیعت هست ساخته شده. پس اگر این پوست میتونه این لیمو رو محافظت کنه، وقتی خاصیت اون پوستم وارد بدن ما میشه، سلولای ما رو چی رو محافظت میکنه، یعنی نمیذاره زنگ بزنن، فری رادیکالا رو از بین میبره و بیشتر مشکلات ما حل میشه. خیلی خوب، شما وقتی حالا شروع میکنید با پوست اینا رو آب میگیرید و اون آب میوه که شما دوست دارید که گفتید آب سیب و با این بله. که من گفته بودم لمنیت طبیعی لمنیت. که بله. 5000 سال پیش در چین امپراتوری های چین اینجوری میخوردن. حالا شما میگه آقا اون موقع که چیز نبودش، که آب میوه نبود، خب اون لیمو رو که میتونستن آبش رو بگیرن داشتن، با سنگای فشار و سیب هم مثلا خورد میکردن، آبش رو میگرفتن قاطی میکردن میخوردن. یعنی میخوام به شما بگم که ما باید از طبیعت استفاده، در طبیعت رازهایی نهفته شده. ما شما نگاه کنید در یک به اصطلاح گوجه فرنگی 10000 المنت درش پیدا شده، یا در یک آووکادو 14000 المنت میتونه توش باشه که بهش نرسیدن، ولی ما وقتی که همه رو میخوریم به اونا میرسیم. ولی وقتی که اینا رو جدا مثلا همش تو ایران یادتونه، بفرمایید سیب پوست بکنید، پوست بکنی، خیار پوست بکنی، خیار پوست بکنی. یعنی چی؟ بله. برای چی پوست بکنی؟ خب بفهمه سیب بخوری. متاسفانه خیلی ها میگن که ما معدمون خوب نیست و ما نمیتونیم به اصطلاح پوستای میوه‌جات بخوریم. این کاملا اشتباه است. اگه نمیتونید بخورید، آبشو بگیرید بخورید. اون سیب رو با پوست آب بخورید. برای همین من بیشتر جوشگیری ها میگم مشکلاتونو حل میکنم. حالا در مورد طبیعت که صحبت کردم، رسیدیم که شما خداوند رو صحبت کردیم که همه ما قبول داریم، باید هم طبیعت اینجوریه. بله. من میخوام بگم وقتی که
توی خرافات که میریم، خرافات هایی هستن که بعضیا معتقدن که ما قدرت اینو داریم. ما طبقا بیننده ها همیشه میگن ما در برنامه مطرح کنن، احتیاج به هیچ اسم و اینایی نداریم، کلن داریم میگیم که شما بارها از من سوال کردید که انسان هایی میگن که ما نه حالا ایرانی، در تمام دنیا، چین، اینا همه پیدا میشه هر جای دنیا، که ما برتریم، یه انرژی مخصوصی ما داریم، یه قدرت پنهانی داریم، شما رو میتونیم شفا بدیم حتی با تلفن، حتی با تلویزیون. این از نظر علمی مردوده و من بارها راجبش از نظر علمی صحبت کردم. حالا شما یک کسی که اصلا علم تغذیه رو نخوندی، تحصیلات در تغذیه نداری، شما به این چیزا باور میکنید واقعا؟ به چه صورت نگاه میکنید؟ من اولا اصلا باور نمیکنم. دوم اینکه اصلا نمیتونه بین یک انسان و انسان دیگه فرقی باشه. آفرین. بالا بودن و پایین بودن، اگر همچین چیزی بخواد باشه، این طبیعت به هم میخوره، این عدالتی که خداوند به وجود آورده به هم میخوره. بس هیچ کس نمیتونه از کسی دیگه برتری داشته باشه. شاید از این نظر که مثلا تحصیلات من از شما بیشتره، شاید از این نوع کارها خودت کسب کنی ارن کنی، ولی در اصل اگر بخوایم به موضوع نگاه کنیم، کسی از کسی دیگه هیچ برتری نداره، چون خدا همه رو یکسان آفریده. بله، نکته خیلی زیبایی رو ایشون اشاره کردن، ولی اون شما در مورد نعائم طبیعی صحبت میکنید که خداوند نعمتهایی که به بشر داده به همه رو یکسان خلق کرده و در تمام کتب آسمانی هم اومده که من شما رو به خصوص در قرآن اومده و در عرفان هم حتی اعتقاد به این هست که خداوند همه رو یکسان و عدالت الهی در واقع یکی از نکاتی است که خیلی مورد توجه عرفان هست. اما خب یه عده‌ای میرن، فرض کنید که تحصیلاتی میکنن، یا حتی فرض کنید ما به طب سوزنی هم اعتقاد نداشتن یه عده‌ای، ولی خب طب سوزنی کار میکنه، یعنی اینکه تایید بکنیم کسانی رو که خرافات رو ترویج میکنن یا در واقع با زمینه‌های خرافی ادعا میکنن برای شفای بیمارا، نه این چیزا رو تایید نمیکنیم مطلقا. بنده خودم شخصا حتی شنیده بودم که عده‌ای میگن آقا شما بیا الان دستتو به تلویزیون بذار، الان هر جای بدنت هم درد میکنه دستت، اون یکی دستت هم بذار اون قسمت بدنت تا خوب بشه. اینا غیر از خرافات چیزی نیست. البته اینو بگم، در از ابتدای تاریخ بشر مسئله اعتقاد همیشه وجود داشته. بشر اگر اعتقاد به یک مبدعی نداشته باشه، اصلا احساس توهی بودن میکنه، توهی بودن میشه. بله، و اینم یک نکته علمیه که ممکنه شما فرض کنید که میرید در یک حالا این جمع یا جمع فرض کنید که علمیه یا یک جمع فرض کنید که مذهبیه، مثل این چرچ‌هایی که بعضی مواقع تو تلویزیون می‌بینید صحبت‌هایی می‌کنن و دست می‌زنن و تاچ می‌کنن، احتمال داره که بشر به خاطر اون اکسایتمنت، اون هیجانی که در اون لحظه داره، درد و ناراحتی رو برای مدت خیلی موقتی فراموش کنه و فکر بکنه و فکر کنه که ابن رفته. این بارها برای خود شما پیش میاد، حواست پرت میشه دیگه، اون درد رو متوجه نیست. اما اینکه دو هفته بعدش دوباره ممکنه این وضعیت برگرده، یا دو روز بعدش ممکنه برگرده. هیچ کس نتونسته از طریق شیشه تلویزیون بیاد کسی رو درمان بکنه. اینا کاملا به بدخواهنده های دکتر، اینا کاملا چیزای خرافی، کاملا درسته. ببینید خدمتتون عرض کنم، حالا اینجا خودمونی هستیم، شما بفهمید همینجوری هندونم میل کنید که ما هم میخواد وقتی من صحبت میکنم شما بفهمید راحت باشید. بله من جعفری خواهش میکنم شما تشویق بسن بفهمید شما. ببینید در مورد که گفتی اتاقا اجازه بدید من یک لطیفه ای رو بگم که شاید لطیفه ای که حقیقت داشته. در زمان شاه عباس چون گوشت اینا زیاد میخوردن، خب پادشاهان قبلی صفوی قاجاری اینا همه گوشخوار بودن دیگه، از زمان مغالا فلان اینا گوشت زیاد میخوردن و خب یبوست میگرفتن، و وقتی یبوست میگرفتن خب دل درد داشتن، ناراحتی داشتن. شاه عباس دل درد و ناراحتی داشت، اون به اصطلاح کسی که دکترش بود که به اصطلاح دکتر طب سنتی بود، مثل راه ابو علی سینا و زکریا رازی رو رفته بودن، میان خدمتتون عرض میکنم. ما همینجور که صحبتامون میکنیم، چون شما مهمون برنامه هستید، ما نمیخوایم زیاد خطا رو ببینیم، ولی گاهگاه میخوایم بیننده هم با ما شریک باشن. بله، اجازه بدید ما یکی دو تا بفرمایید. بیننده عزیز رو خط هستید. سلام جناب دکتر ابوالفضل. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ ان شاء الله خیر. آقا زنده، خوش آمد اون دو تا مهمون خوشتیپتون. بله، خیلی ممنون. مرسی متشکرم. خواستم خدمتتون عرض کنم که در همین رابطه با هندونه،
من پارسال X-ray گرفتم، دکترم تعجب کرد، گفت هم سنگ کلیه داری و هم سنگ کیسه صفرا. گفتم خدای جا، من از طریق پسرم با شما آشنا شدم و شما توصیه‌ای که به پسرم کردی، اول با آب هندونه و پوست شروع کردم سنگ کلیه‌ام رفت. بله بله. بلا فاصله بعد که شما توصیه کردید آب گلابی با سنگ کیسه صفرا. بله، بهراد جان هم همین مشکل با آب گلابی درست کرد. بله بله، باز اصلا شما نمی‌دونید چه معجزه‌ایه. با هر چقدر بگم خدمت این بینندگان نمیتونن باور کنن، یعنی به هر کی هم میگه نمیتونن باور کنن که سنگ صفرا با آب گلابی رفع بشه. بله بله. و در ضمن شما هم داریم از اینترنت میبینیم خیلی تصویر خوب و عالی و اینا. بله خواهش میکنم، چون بله ما اول برنامه اعلام کردیم که بینندگان عزیز، از این به بعد شبکه مرکزی که ما برنامه داریم روی اینترنت و جهان تیوی مرکزی tv.com مستقیم، بله جلویز و این باکس ها همه میبینن. امروز هم که ببینید همه اینترنت هم. من واقعا خونه دوستانم میرن میبینن ماهواره هم دارن، بچه همه لپتاپ دارن، با تلویزیون همش دارن کار میکنن. اینی که یکی از کارهایی که آقای مقدم مدیر این شبکه کرد، تعهداتی که در رابطه به کمک کردن به افرادی که در ترکیه سالها میکرد داشت، یه روزی تصمیم گرفته واقعا بیاد دوباره اینو زیادترش کنه و تنها راهی رو دید که میتونه این کار کنه که پول مفتی دیگه به ماهواره نده. یعنی یک چند سال آینده همه همینطوری خواهند شد که ماهواره و باکس ها میشه، این ماهواره ها بین میرن به دلایل مختلف. و چرا تلویزیون ها بی خودی بیان این پولا رو به ماهواره بدن و یه در گردن کلو کنن و در ضمن برای اینکه بخوان تو ماهواره بمونن دست به هر کاری بزنن، هر عدی رو قبول کنن، هر دروغی رو بگن، هر برنامه ببخشید مزخرفی رو بفروشن، تحویل مردم بدن. نه، بیایید بجنگید با این مساله مثل این شبکه مرکزی و 20 تا تلویزیون های دیگه که اینترنتی هن، اصلا ماهواره نمیاد، همه هم پربیننده خوب. خود طبیعت مادر تلویزیون 24 ساعته ما که همه دارن از باکس ها و اینترنت میبینن و ما این تلفن هایی که میگیریم، این ایمیل هایی که به ما میشه، ما میبینیم چقدر بیننده داره. همینطور در مرکزی که ما اینترنت رو میتونیم مانیتور کنیم، باور کنید در تلویزیون مرکزی بالای 4 میلیون در چند ماه گذشته از طریق اینترنت برنامه رو دیدن. اینی که ایشون این پول رو میفرسته کمک به دوستایی که هموطنانی که در گوشه‌های مختلف دنیا ناچارن اونجا گیر افتادن کمک کنه مثل قبلا، کار خیلی خوبی ها، تشویقش هم کردیم. اینی که حالا بیننده ها تصویر ما رو مثل شما در اینترنت و در باکس ها و جای دیگه میبینن و همینطور مستقیما از مرکز تیوی دات کام و همینطور برنامه طبیعت مادر که 24 ساعته ما همینا رو داریم صحبت میکنیم که هر لحظه میتونه چه شو 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 الان جناب عباس من یه چیزی خدمتتون بگم. یکی از دوستای ما پدر مادرش خیلی دوست برنامه شما رو ببینن. اصلا این باعث شد که اینان با این سنشون با اینترنت و کامپیوتر یاد گرفتن، انقدر خوشحالی میکردن به این حبو، باعث شد که اصلا با اینترنت و کامپیوتر آشنا بشن. بله، اینی که بینندگان عزیز دارن برنامه های ما رو میبینن روی اینترنت، به دوستانشون هم بگن که این برنامه ها رو دیگه روی اینترنت و باکس ها میبینن، جان تیوی، مرکزی تیوی دات کام و همینطور جلویز یا جلویز، نمیدونم خدمتون هست کن جان تیوی، آیا 2007 هم هست جلویز؟ بله بله، تیوی باکس ها که آقای مترجمی ایشون، آقای خسرو مترجمی ایشون اولین کسی بودن که این باکس ها رو آوردن تو بازار، اینا که هنوز هم هستن در اونا هم میبینن. و من میگم 4-5 سال دیگه اصلا تصویر HD هم پخش میکنه جا برمونه. بله، حالا اتفاقا من خدمتتون عرض کنم، یکی از دوستانمون اتفاقا میگفتن که در ایران که خب همیشه با ماهواره ها که بالاخره جمع اینا میکردن، اخیراً به خاطر واقعا میگم این مسائلی که از نظر اتفاقی که به هموطنمون افتاده، این مواد غذاییایی که دروغ، قرصایی که به دروغ درست کردن در این ماهواره‌ها دارن میفروشن که ما هم در تلویزیون، یعنی تلویزیون مرکزی هم اون موقعی که ایران رفت در اوائلش دوچار این ادها شد که نمیدونستن و بعد بلافاصله قرارداد تموم شد ازش اومدن بیرون و واقعا اون ادها شاید بگم
دونه برای هر قرص یا عدی 6000 دلار میدادن و ایشون 60000 دلار عد رد کرد و با گفت من ایران نمیرم. آقای علی سعید مقدم گفت احتیاجی ندارم من بیام. آخه این عده چیه؟ خروسه رو گذاشتن آقا خروسه، نمیدونم حالا دیگه خودتون دیدید میدونید. متاسفانه هنوز هم در تلویزیون‌های دیگه پخش میشه و خدمتتون عرض کنم اینا تن میدن و اون قرصا رو در ایران جوونا رو اذیت کرده و حتی جوونا رو ناتوان کرده اون قرصا، به طوری که الان این جنریشنی که دارن ازدواج کنن نمیتونن بچه دار بشن. باورتون میشه این قرصا فرتلیتی رو از نظر اسپرمای آقایون میاره پایین و میدونید در ساختن به اصطلاح نطفه در به اصطلاح نوزاد در مادر اسپرم آقایون باید یه رقمی مثلا بالای 25 بره بالا. البته اسپرمایی که آقایون دارن بین شاید 20 یا 100 و صدها میلیون اسپرم از آقایون میاد، ولی از خانم‌ها معمولا یک دونه تخمک، یعنی تخم میاد که برای جفتگیری. بله بعضی موارد دو تا است ولی معمولا یکیه، ولی آقایون میلیون ها دارن و باعث شده این میلیون ها اسپرمی که آقایون دارن با این قرصا و این چیزایی که برای جلوگیری از دراگ اینا دارن میفروشن، آقا اینا رو نابود کردن که اون قدرت سکسی که از بیضه ها گرفته و پروستات که در ارتباط ساختن این اسپرما هستن ناکد شدن. اصلا این جوان ها بچه دار نمیشن. مشکل از خانم ها نیست، از آقایون الان به خاطر استفاده این قرصا. این خدا شده این چیزایی که دکترها مخصوصا من دلیلی که دارم برای اینکه یکی خواهرزاده من یکی از سامداران بیمارستان ایرانیان ان شاء الله شما تشریف دارید آدرس میدم برید پلوشون و ایشون دکتر بسیار برجسته است و آقای مجید حضرتی زاده، ایشون به من میگه دایی هر کسی رو امرجنسی الان میارن از 10 نفر 9 نفرشون همین چیزا رو دارن از ماهواره میخرن میخورن و دولت و وزارت بهداشت رسیده به جایی که الان تصمیم گرفته اینا رو قطع کنه و ماهواره ها رو شروع کنه از بین بردن و در ضمن این عدها دیگه به وجود نیاد یا ندن و شاید بازداشتن بشن و اینا رو جلوگیری کنن، چون اینا به خطر هموطنا. آقا شما یه اتو به یکی میفروشی حالا خراب در بیاد اشکال نداره، 30 دلار ضرر کردی چیزی نمیشه که دنیا با آخر، ولی با این قرص باعث میشه که جوان نتونه تا آخر عمرش باردار بشه. خیلی ها به آرزویی که میخواد فرزند داشته باشه نرسه. شما نگاه کن با چی میتونید این عوض کنید؟ بله بله، اینه که اینا داره در پیش میره و ما یکی از هدفامون همین بوده و ایشالله ما پرچم داریم ایشالله. دیگران هم فقط جمعه بدون دعای خیر مثل امثال من که واقعا شفا پیدا کردن، شما بدون همیشه بله. پشت شما هست. بله ما اینا رو تشریف میکنیم هندونه بخورن، شما هم تشریف بشید، جسارت نشه ما حرف میزنیم اینا، چون رسم کار من اینه که بخوریم. بله بله یه مسئله دیگه بله از شما خدافزی میکنیم دیگه. روزتون بخیر، خیر خوشحال شدم. خدافز. یه مسئله دیگه هم که میخواستم بگم در مورد هموطنهای داخل ایرانمونن که اگر میخوام مثلا این دیویدی ها رو اوردر بدن سفارش بدن، چون براشون مشکله که بخوان از اینجا سفارش بدن، چون من تا چند روز دیگه میخوام برم ایران، اگر هموطنهایی که داخل ایران هستن مایل هستن این دیویدی ها رو سفارش بدن میتونن با آقای سعید مقدم بل. تماس بگیرن بل بل. و من این دیویدی ها رو میارم ایران، شماره تلفن من و آقای سعید مقدم بل. بهشون بل. میده، من بل. به مزی که رسیدم ایران میتونم این دیویدی های جناب دکتر آقای ابوالفضل رو بهشون بله حتما. ببینید من یکی از مسیج هایی که تو به جوان ها میخوای اونجا ببری بل. یادت باشه این دیویدی هم که خودت میبری با خودت کپیشو بهت میدیم که به جوان ها بگی آقا به حرف من نیست، ایشون داره میگه بیاید دیویدی رو ببینید. یادتون باشه اگر میخواد این قرصا این چیزایی که برای لاغری میگن، نمیدونم برای اینکه قدتون بزرگشه، نمیدونم آقا خروسه، بعد نمیدونم بله. برای اینکه شما از افسردگی یا از دراگ ترک کنید اینا، یعنی از چاله در بیاد تو چاه بیافتید. نه آقا جان یادت باشه ما در برنامه گفتیم شما دراگ رو ترک کنید با ساپورت فامیلی با حمایت فامیلی و شروع کنید آب هویج کاهو تا میتونید بخورید، چون در کاهو ماده است به نام اوپیت، مثل اوپیوم تریاک شما رو اون حالو بهت میده و میتونی جلوی کنی. بارها ما گفتیم حتی میتونید آب این ساقه کاهو رو بگیرید، یادت باشه با این گل برگ ها گل ها تو ایران میگن قلیون گل میذارن، آب کاهو رو این دو تا سه تا ساقهش آبشو بگیرید بریزید تو قلیون، گل هم بریزید، شروع کنید به جای اینکه تریاک مواد مخدر میکشید بریزید دور. جوونا
شروع کنید اونو بکشید این به صورت قلیون که یه ذره حالتون خوب بشه، بعدا اونم میذارید کنار برای اینکه دیگه از سیستمتون میاد بیرون. این یادت باشه. خدمتتون عرض کنم که شما برنامه رو می‌بینید، دیدید این آگهی‌ها رو نشون میدن، نه این قرص رو بخورید قبلتون میاد. آقا بابا جان دیگه هر دیگه خواجه نظام الملک طوسی هم میدونه که دخترها در 18 سالگی، آقایون در 22 سالگی قدشون دیگه رشد نمی‌کنه. آقا قد باید از استخون رشد کنه دیگه. خیلی خوب، این استخون دیگه استاپ میشه اون مرحله شو، چون از انتهای استخونه که نرمه ما قد میکشیم دیگه. در 22 سالگی جوانای مردا، آقایون در 18-19 سالی که خانومان، دیگه اون انتهای استخون صفر میشه، دیگه قابل رشد نیست. حالا من نمیدونم اینا حتما میگن این قرصا رو بخوری قدتون بلند میشه، شاید منظورش که پاشن بلند بپوشید بعدش، ها یا موهاتون رو پانکی درست کنید. یک معتاد، خب کسی که اعتیاد داره به مواد مخدر در اصل یک بیماره. بله. و این تلویزیون ها از بیماری و از نیاز یک بیمار سوء استفاده میکنن و اون بیمار به خاطر اینکه فکر میکنه با استفاده کردن این داروها به بهبودی میرسه، هی میره از این داروها میگیره استفاده میکنه، در صورتی که بدتر حالش خوب نمیشه هیچ. و ساید افکت های دیگه ای هم براش داره. آفرین، کلیه رو خراب. ببینید اصلا شما نگاه کنید، مثلا میگن این قرصا رو بخونید در ظرف یه ماه 40 پوند کم میکنید. چی کم میکنید؟ آب. ما آب نمیخوایم بدنمون کم کنیم. 75% بدن آبه، 75% عضلات آبه، ستون فقرات آب میخواد، جمجمه ما آب میخواد، همه جا خون ما. وقتی شما آب بدنت کم میشه، آب خونت کم میشه، حجمش، آب ستون فقراتت، نخات کم میشه، دوچاره کمردرد میگیری، چون این دیسکا آب مثل بالشک اینا رو نمیذاره به هم بسابن، نزدیکتر میشن، دیهایدرت میشه، پوستاتون خوش میشه، عضلاتتون درد میگیره، کلیتون خراب میشه، چون این کلیه مرتب آب میخواد که سموم خارج کنه و خودش رو فیلتر کنه. خب 40 پوند حداقل آب بدنتون رو کم میکنید که بدن رو داغون میکنید، بعد شما دوباره دیهایدرت میشه، آب میخورید، برمیگردید دوباره برمیگردید به همون وزنتون، چیزی تغییر نمیکنه، ولی صدماتی که به خودتون زدید اون تغییره. بعد این قرصا هیچ کاری نمیکنه. بعد یارو میخوره تو هفته اول 10 پوند کم میکنه، چه خوشحال میشه. بابا آب کم کردی. کبد باید یکی از ارگاناست که این در سوخت و ساز چربیا فعاله که بسوزونه. اونا طول میکشه. شما 40 پوند چربی یعنی کم کردی؟ شما اصلا 40 پوند چربی داری تو بدنت؟ نداری که. پس این آب کم شده. آقایون خانمون گوش کنید. آخه شما که مثلا میگید 30 پوند اضافه دارید، شما که این 30 پوند که اضافتون نمیتونه که 40 پوند بیاد یه ما کم کنی همه چربی. آب در صورتی که شما نگاه کن این چربی دنبه رو بگیر تو حرارت 90 درجه که بدن میسازه قرار بده، اگه این آب شد یا جلو آفتاب بذار، خیلی به ندرت 90 درجه فارغ. مگه میشه؟ بله، مگه میشه که 40 پوند چربی در بدن باشه؟ اینا دروغه، همه هم میدونن، متاسفانه بعضیا نمیدونن، اکسایتمنت میشن، هیجان زده میشن، میرن میگیرن اینا رو و به این بدبختی ها مفته. هدف ما در برنامه ما غیر از این که درس تغذیه رو میدیم، یه هدفمون اینه که آگاهی بدیم. آقا میان تو برنامه ما میذارن، آقا این خنده‌دار نی. آقا من به شما بگم جناب آقای جعفری، آقای یک رنگی، من به شما بگم که آقا شما که الان میگید اومدید پر من میگید فلجید، یا مثلا میگید من دارم سرطان میگیرم یا بچه دار نمیشم، من به شما بگم که شما 85 تا شم بیار، 1 متر پارچه ابریشم بیار، یه آینه بیار که تمام قد تو اون آینه ببینید، از اون آینه باید انتیک باشه، اینو باید برای ما بفرستید، بعد این ابریشم هم به بدنت بمال که ما اون حسو داشته باشیم، آینه رو هم خودت رو نگاه کن که آینه میاد اینجا، ما تو آینه هم تو رو بتونیم، حالا مهم نیست تو کجا هستی، وقتی میاد ما 5 نفر آقایونی هستن روحانی یا 7 نفر، اینا رو لباس سفید تنشون میکنیم، با گلاب دست اینا رو میشونیم، اینا میشونن برای شما ورد و مرد و همون خرافاتی که من دارم میخوام بسازم. پس شما بچه دار میشید. اگه شما که میخواید سرطان بگیرید نمیگیرید، شما که فلجید خوب میشید. شما به این خانوم یا آقایی که میخواد این مسئله رو تو تلویزیون به شما بخونه، شما به عنوان بیننده چی فکر میکنید؟ شما اول. ولی همونطور که عرض کردیم، اینو قبلا هم اشاره کردیم، مسئله اعتقاد آدم ها در طول تاریخ همونطور میدونیه، در حال آدم ها یه سری اعتقاداتی دارن، یه سری باورهایی دارن، این بستگی به اون جماعتی داره
که این مجریانی که این برنامه رو ارائه میدن این برنامه رو دارن میبینن، بستگی به اون جمع داره. یه ده اصلا که فقط با علم پیش میرن، یه ده اصلا که مسائل رو به صورت واقعی نگاه میکنن و به صورت تجربی حداقل، خب اونا نمیتونن باور بکنن. یه ده اصلا که نه، همیشه تحت تعلیم مسائل، نمیخوام بگم مذهب خرافات میاره، ولی در واقع مسائل سنتی و اون خرافاتی که در طول تاریخ همیشه با بشر بوده. یه چیزی خدمتتون عرض کنم، من توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی که خیلی مفید بود دیدم، در پرو یک دهکده‌ای هست به نام تیتیکاکا. بله بله. اینها همه افراد لختن، اصلا لباس ندارن، پوشش ندارن، چون در واقع کلایمت اونجا آب و هوا طوری است که احتیاج ندارن. ولی یکی از اعتقاداتشون اینه که اول از اون هیچ نوع قوانین اجتماعی ندارن، میتونه پدر با دختر ازدواج بکنه، ازدواج که چرت کنن، یعنی طور مثل کنن. ولی یکی از اعتقاداتشون اینه که شما مرده هاشون رو باید میجوشونن و آب این جوشیده رو بعد بخورن، اگر نخورن روح اون مرده میاد و اینا رو خرافات دیگه 100%. ببینید یعنی این جماعت الان سه تا اشکال ازشون گرفتم، یه اینکه همشون لخت میشن که اصلا در اجتماع امروزه، دو اینکه مثلا میگه پدره با دختر اشکال نداره میتونه تولد کنه، این از نظر علمی ثابت شده، اصلا بچه ناقص میاد، میگن پسر اون با دختر اون ازدواج میکنه چه برسه پدر، از نظر دی ان ای و ژن. خب این دو تاش، سه تا آب مرده رو بچونید، میدونم حقیقت میگی در تلویزیون. خب نگاه کنید، در تمام دنیا خرافات است و در ایران ما هم هست و ما با این برنامه میخوایم آگاهی بدیم و این تلویزیون ماهواره‌ای که خارج از کشورن که امکانات پیش کردم، متاسفانه اینا بیشتر خرافاتو دارن به خور مردم میدن تا داخل کشور. این مشکل ماست. شما نگاه کنید، من دارم اینو میگم راجب این 85 تا شمع و یه پارچه آینه هم باید انتیک باشه، آخه این چیکار میخواد بکنه؟ بعدم توی برنامه میگه اگه که مثلا اینا رو نت، یه خانمی زنگ زده میگه اگه من تایید نکنم نتخم آینه انتیک از کجا بیاره، ابریشم بخوام بفرست، میگه پولشو بفرستید ما برای شما تهیه میکنم. آ تو که میگفتی حالا ابریشم باید به بدنش بخوره، آینه رو باید نگاه کنی، پس این حقوق بازی ها چیه؟ بعد خانم گواره شما گفتی 800 دلار خیلی، گفت نه خیلی هم بیشتر از اینا میشه. ای بابا، حالا من ببینم یهو این 3000 تا مشتری پیدا کنه، در اصل 85000 تا شمع داره و 1000 تا آینه داره و 1000 متر هم پارچه ابریشم داره، این دکون بقالیش جور شده دیگه، درآمدزدایی میکنه. آره دیگه، ببینید چقدر کلا بردارم. بینندگان عزیز توجه کنید، ما اینا رو که میگیم مردم از جون دل قبول میکنن، ولی یه عده‌ای هم هستن چون با اونا فامیلن دوستدار اونن ناراحت میشن. نشید، به خدا نشید، شما خیلی آدم خیانتکاری خواهید بود به جامعه ایرانی که بخواید اونا رو بیاید ساپورت کنی یا دورغکی بیاید تو خطاشون بگی آره ما کردیم اینا. واقعا شما خطرناکید، نکنید، ملت آزاد بذارید، طور خدا این کارا رو نکنید، اینا درست نیست، علم مردود کرده اینا رو. ببین عزیز من، ما وقتی که به شما نگاه کنید، خداوند همه چی رو برای ما درست کرده. شما نگاه کن، ما وقتی ما می‌خوایم به اون عظمت خدا برسیم، طبیعت رو نگاه کنید. شما شاپرک رو دیدی؟ شاپرک که به وجود میاد، تخم‌گذاری که میشه، بعد این چند تا مرحله داره تا به مرحله پر زدن میریزن، یه مرحلهشون مثل کرم هستن، اصلا این 4-5 مرحله داره و اون پرای تیله میشه. بله، وقتی که پرای خوشگل رنگ با رنگش میاد که پرواز میکنه، اون شاپرک جوونیه که چون پراشو نگاه میکنی پر رنگای خوشگله، یعنی شاپرک جوونه. اگر رنگا فید بشه، آب بین بره، نباشه به اون صورت، یعنی پیر شاپرک. حالا میخوام این شاپرک، بعضیشون 5 مایل در ساعت حرکت میکنن، بعضی 30 مایل، یعنی اینکه اگه من شما بخوایم با دوچرخه بریم لس آنجلس، اونا خیلی خیلی زودتر اما میرسن، همون به این کوچولو. حالا نگاه کن، کار خداوند به این نکتهش میخوایم برسیم. بینندگان عزیز گوش کنید، وقتی میگم شکسپیر گفته to be or not to be، اینجا رو گوش کنید. این شاپرک که اینقدر ظریفه، حالا وقتی که برف میاد، وقتی که هوا سرد بارون میاد، طوفانه، یعنی طوفانایی که میاد خونه ها رو برمی‌داره، این شاپرک چجوری باید بدونه که نره بیرون یا پرواز نکنه لونه خودش، گرفتار این برف، هوای سرد، باروندگی نشه، که خب اینا داغونش میکنن، غریزه است. بله، میبینید، باورتون نمیشه، من بدنم میلرزه این حرفا رو میگم. خداوند اومده در خلقت این پروانه طوری گذاشته که این پروانه تا
درجه بدنش به 86 درجه فارنهایت نرسه قادر به پرواز نباشه. حالا شما نگاه کن، هوای بالای 86 درجه نه بارونی به اون صورت میتونه شه، نه برفی، نه میتونه طوفان و باد شد، چون باد خنک میکنه هوا رو، برف میاره زیر حتی درجه 20 درجه و فلان و بارون هم. پس این خداوند در وجودش گذاشته که محافظت این پروانه. خدایی که 150,000 نوع مختلف پروانه پرورش داده و درست کرده برای ما، که اونا خودشون یه حکمتی دارن وجودشون، حالا از گردفشانی اینا مثل زنبور و حشرات دیگه بگذاریم، اینها زیبایی که در طبیعت به ما روح میدن، زیبایی دارن، خودشون یه حکمتی دارن. خداوند همچین خلقتی رو کرده. ما در مورد اشرف مخلوقات که ما میگیم هستیم، ببین در مورد ما چه کرده. شما نگاه کنید، میدونستید همچین مسئله رو؟ تا حدودی. خب ببینید، این عظمت خدا رو نمیرسونه. ما حالا اینم به شما بگم، هر کاری که ما بکنیم همیشه یه عده محدودی مخالفن، همه رو نمیتونید راضی کنید. به قول معروف دوست عزیزمون یه ضرب المثلی میگفت شما یه پدر و پسر سوار شتر شده بودن داشتن میرفتن. از آدمایی که نگاه میکنن خیلی کمتر آدمی پیدا میکنی که مثلا میگه یه دم مثلا میگه خب داره میره دیگه، پدر پسر سوار شتر شدن، اونا هم هیچ حرفی هم ندارن. میگم مولا نصرالدین شما میفرمایید بالاخره آره حالا پدر و پسر هر دو روی خب شما بگید حالا پدر و پسر هر دو روی به اصطلاح میبخشید خر نشسته بودن. بعد مردم میگن که عجب آدمای بی‌رحمی هستن، انصاف ندارن، دو نفر رو خر نشستن، مولا میشنوه مولا میاد پایین. بعد یه عده دیگه میگن اه پیرمرد داره راه میره، مرد جوون اون بالا گرفته نشسته، مولا سوار میشه جوونه میاد. یه عده میگن بابا این پدره، این چه پدریه که فکر پسرش نیست، داره مرد رفت نشسته، پسره داره بیچاره پیاده میره. دوتاشون پیاده میشن میگن اینو چقدر احمقه، خره داره خالی میره، اینوش کدومش میشن میبینی؟ آفرین. همین منظور این که شما هر جوری که بخواید برنامه‌تون اجرا بکنید، نه شما، هر کسی که برنامه داره موافق و مخالف داره، هر برنامه‌ای که ارائه بشه به هر حال مخالف و موافق داره. یعنی نه، من منظورم اینه که دوستان با توجه به این ضربه مثلا این چیزی که خودم آغاز کردم، ولی ما باید به هموطنامون اطلاعات بدیم، خودشون تصمیم. من هیچ موقع مخالف اون برنامه گذاره یا پشتشون میخوام بعد بیم، نه، اونا کار خودشون میکنن. ما از نظر علمی خود من مردود میدونم این حرفایی که میزنن مردم. حالا ما این اطلاعات رو میدیم، علمی هم ثابت میکنیم، حالا خودشون بدونن میخوان انجام بدن ندن به ما ربطی نداره. ولی ما وظیفمون هست که بیان بگیم، اگه مردم هم ما میخوان، اگه نیان بگیم سکوت کنیم، یعنی ما نالجشو نداریم، قدرت بیانش رو نداریم بگیم. آخه نمیشه که آقای اومده بود چند سال پیش، اینا رو همه رو ما واقعا یکی یکی در برنامه هم دارم، دیویدی های من 8 سال گذشته هم اینا بوده. آقا میگم من به بشکنگ شما رو خوب میکنم، دارم دیویدیشو، اینا رو من ضبطم میکنم که یکی بعد نگه آقا نه ما ندیدیم با بشکنگ. بعد مردم هم میومدن آقا من کمنم یه درد میکنم، خوب شد؟ آره یه ذره. حالا یه تاشون که مسخره میکردن میخندن، بعد یارو گفت آره مال من که خوب شد، حالا پدرم هم بیار خوب کن. بعد بیاری اصلا دچمی واستید خوب شدید، اونا هم برای خنده دیگه میگفتن آره. بعد این برنامه رو آوردن در یک تلویزیون گذاشتن، ما اومدیم راجبش بحث کردیم، نشون دادیم، آوت دیگه، از این مسائل نبود. همین کفشای اومده که قدارو میبرید بالا، میومدن تبلیغ میکردن، ما اومدیم مبارزه کردیم، دیگه خبری نیست ازش. در مورد خدمتتون عرض کنم تبلیغات دیگه بود، یا آقای اومده بود، باورت کن فیلماشو داریم، آفتوبه تراپی می آورد، آفتوبه رو آب می‌کرد، میپاچید، میگفت من شما رو شفا میدم، باور کنید. بعد یکی اومده میگه من انرژی از تلویزیون میفرستم، صوت میفرستم، شما شفا کنید، شفا پیدا کنید. یکی میاد میگه قدرت پنهانی من دارم. آخه ببینید، این هاست که هم خرافات رو میبره بالا، زنده نگه میداره که ضد بشریت. خرافات اشتباه نکنید با آدام رسوم، یعنی اینکه شما میخواید برید مسافرت، اگر میخواید دوست دارید طبق رسومتون قرآن رو ماچ کنید، سه بار بچرخید گیرش یا آب بریزن، این یه آدام رسومه، یه الهامی به شما میده، یه آرامش میده، ایرادی نیست، اصلا کاری نداریم بخور. خرافات اینه که اون شخص میگه من
با این پارچه و شم و اینا فلج بودن تو خوب میکنم، بچه دار نیستی بچه دارت میکنم. شما نگاه کنید علم پزشکی، دنیای پزشکی ثابت کرده تا اسپرمای آقایون نیان با این تخ... یعنی با تخمک خانم، مثلا اسپرم خانوما میاد با اسپرم یه دونه اونا دارن، بعد اینا بالاخره یکیش کافیه بره جفتگیری کنه نوزاد به وجود میاد و اینا یه مراحلی داره، چندین ارگانا در ارتباطن، از تخمدانای خانوما بگیری، لوله که تخمک عبور میکنه، رحمشون، دهنه رحمشون و آقایون همینجوری، اینا یه شرایطی داره، یه روز مخصوصی باید باشه که در طول ما و یه درجه حرارتی در بدن باید باشه، بدن قلیه باشه. خیلی که اینا همه تکمیل شد بچه دار میشن. خب این چه جوری شما بخواید با یه مت پارچه و 85 تا شم و یه آینه درست کنی؟ خب اینه دیگه، ما مشکلمون اینه. بفرمایید. میدید جناب دکتر، در مقابل اون برنامه‌ای که میگن این قرص رو بگیرید شفا پیدا میکنید، یا اگه با نیروی طبیعی اگه دست به سینه‌تون بکشن مثلا ناراحتیتون رفع بشه، شما باید یه همچین برنامه‌ای رو ارائه بدید که مردم اون برنامه رو با این برنامه رو هر دو رو نگاه بکنن تصمیم بگیرن. و اونجاست که خود مردم شعورشون میرسه، میدونن خب وقتی این برنامه رو نگاه میکنن با برنامه مثلا روح که مثلا دست بکشه روتون یا با داروی ترک اعتیاد، خب مردم شعورشون میرسه، میفهمن کدوم برنامه حقیقت میگه و کدوم برنامه سرما خوراک. البته در واقع موفقیت این نوع برنامه ها و ارائه این نوع در واقع محصولات و این چیزا، اینا ارتباط خیلی زیادی هم داره با دانش و در واقع دانسته های یک جامعه. توجه میفهمید؟ بعد دید یه دی واقعا استعداد غریبی دارن. الان این به قول امریکایی ها میگن اسکم، بازار اسکم انقدر زیاده. چرا؟ هر کسی میاد حتی در اینترنت، ببینید در اینترنت اینو به شما توصیه میکنم، اونو به شما توصیه میکنم، اینو میگیرید، بعد ببینید نه همچین چیزی وجود نداره، بعد دنبال پولتون بدوید چقدر، ببینید آقا کریدیت کارت چارج خودت، من خجالت نمیکشم. شما میل بفرمایید دکتر. ولی منظور این که این بستگی به پذیرش توده ها هم داره آقای دکتر. توجه میکنید؟ پذیرش توده ها ارتباط خیلی مستقیم داره با میزان تحصیلات اون جامعه و میزان درکشون از واقعیات به اصطلاح زندگی. این خیلی چی میگن نسبت مستقیم داره. و خیلی مسائل اومدن حتی امروزه، حتی اعتقادات مذهبی رو براشون کامرشالایز کردن، ایده انجیل میفروشن، ایده قرآن به این شکل میفروشن. میبینین بله واقعا بستگی به این داره که جامعه چقدر اینا رو پذیراست. بله اینی که بله خدمتتون عرض کنم که آگاهی خیلی خوبه. ببینید ما وقتی که بیشتر تمرکز میکنیم به اون چیزی که طبیعت هست، میدونیم که خالق ما همه چی رو آماده کرد. ببینید پرندگان دارای سرعتی هستن، مثلا یک پرنده ای که خدمتتون عرض کنم که به اصطلاح سرعتش از تمام پرندگان بالاتره، حالا به صورت بیسوالی کنم ببینم شما میدونید پرنده رو بگید که سرعتش از تمام پرندگان قوی تر یعنی سریع تره. ارقی، اوقا، آفرین، نزدیک میشید. شاهین. شاهین. فالکن. خدمتون 90 مایل در ساعت میره، وقتی میخواد دایو کنه دو برابر میشه، نزدیک 200 مایل میشه. شما نگاه کن این پرنده که به این سرعت 90 داره میره، این میدونی ضربان قلبش میره بالای 1000. پرنده هست که 2060 تا ضربان قلب در یک ثانیه داره. در مورد زیبرا در یک دقیقه، در یک دقیقه. و این پرنده که 90 مایل داره میره، ضربان قلب میره بالا، پس خداوند باید طوری تنظیم کنه که این سکته نکنه پرنده. و در ضمن این اکسیژن زیاد میخواد. شما ببینید ورزش میکنی خسته میشید، چون اکسیژن زیاد میخواد داری خسته میشی، عضلاتت اکسیژن نداره و دارن خسته میشید، به اصطلاح اسید لاکتیک بیشتر تو میشه. خب این پرنده اکسیژن زیاد میخواد. خب این چه ریه ای خداوند در این پرنده باید بذاری که اکسیژن از ما انسان ها بیشتر بشه؟ اومده همین کارو کرده در پرندگان و بیشترشون معمولا ریه‌هاشون طوری که چه بازدم و دم و بازدم هر دوتا اکسیژن میگیره. ما در حالت به اصطلاح تنفس دم میکنیم، دم اکسیژن میگیریم، در بازدم این حرکت انجام میشه، ولی در پرندگان در هر دو حرکت اکسیژن میگیرن که این اکسیژن است. ببین اینا یه خالق نمیخواد، یه طراح نمیخواد، یعنی همین جوریه.
برمیگردیم به همون شکسپیر و اون خداوندی که طبیعت ما رو اگر ما بهش قبول داریم، پس همونجوری هم که شما در عرایض صحبتتون فرمود خدا عادله، نمیتونه من از شما برتر بذاره، من که من برتریمو در مشقت خودم از درس خوندن یا در ورزش بتونم مدال طلا بگیرم شما نگیرید، ولی در خلقتش همه میزونن. پس چطور میشه که یه نفر بیاد ادعا کنه من یک انرژی غیر به اصطلاح پنهانی دارم شما رو شفا میدم، اون یکی نره؟ این همش مردوده و در ذهن در ذات خدا دارید شک میکنید. و اونهایی هم که باور دارن به اون اشخاص دور و برشون برن، یادشون باشه کلمه این جوان آقای جعفری رو، یعنی شما دارید میگید خدا عدالت نداره، ایشونو برتر کرده از من، یعنی از ایشون، پس این خدا عدالت نداره، یعنی شما دارید اینو میگید در اصلیه. تموم شد رفت. در ارتباط با سرعت پرنده ها که فرمودید، چیزی رو به خاطرم آورد که بله. در طبیعت از به اصطلاح توی جانوران، نه پرندگان، توی جانوران دیگه به اصطلاح گربه‌سانان، بله، سریع ترین جانور روی زمین به قول اینجا یا چیتا یا یوزپلنگ هست که 110 کیلومتر در ساعت بله. سرعت داره در مورد چارپایان، بله چارپایان، و تو گروه گربه‌سانان به اصطلاح بله. این از همه سریع تره و 110 کیلومتر در ساعت سرعتشه. و تو این برنامه راز بقا بود که شنیدم در هنگامی که به طعمه میرسه، یعنی بالاترین سرعت رو و بالاترین نیاز رو داره برای اکسیژن، ضربان قلبش به 600 میرسه. آفرین. بله اینو میخوام بگم که اینا زیبایی هم هست. بله اینا البته در مورد اون چهار پایان، بله همون میفرمودید. حالا من یه سوال میکنم در مورد دو پایان، یعنی اون موجودی که دو پا هست سرعتش از همه دو پا بیشتره، اون چیه؟ دو پا. آره البته بهتون میگم پرنده هم هست. البته یادتون باشه وقتی ما میگیم پرندگاری که در خلقت خداوند پرندگان، یعنی این نیست که هر چیزی که پرواز کنه پرنده باشه، یا هر چیزی که یه چیز موجودی که خلق شده پرواز نتونه بکنه، نتونه. چون بازداران در واقع بعضی از پرندگان به اصطلاح پرواز نمیتونن بکنن. اون پرنده ای هم که من دارم میگم که سریع ترین دو پای موجود روی دنیاست، راجع به اون دارم میگم شتر مرغ. آفرین آفرین. ایشون بله این پرواز نمیتونه بکنه. البته ما بالداران رو میگیم. بله البته بله البته هر چیزی هم که پروازم کنه باز نمیتونه جزء پرندگان، مثلا حشرات پرواز میکنه ولی جزء پرندگان نیستن. یعنی میخوام بگم که شما در خاتمه این دنیا و این طبیعت رو ببینید، آها چقدر چیزا وجود داره توش. من باور کنید این همه که دارم درس رو میخونم، 37 ساله ایشون از دوستای منن، میدونن از ایران خوندم اومدم تا اینجا، روزی 7-8 ساعت 6 ساعتم مطالعه میکنم، یک قطره از این اقیانوس رو دارم. ببینید علم چقدر بزرگه، چقدر گسترش داره و هنوز هر چی میرم میگم هیچی نمیدونم. و باور کنید وقتی راجع به این چیزایی که من میرم تحقیق میکنم، چه از نظر تغذیه، چه از همینایی که میگم، یک پله به خدا نزدیک میشم و احساس میکنم به خدا. یعنی یکی از راه‌های رسیدن به خدا دانش علم به وجود کهکشان و طبیعت و اینا، باورتون بشه که اینا همه آثار خداست، ما به ذات خدا کار نداریم، آثار خداست. و وقتی شما اینو در قلبت قرار، میگم خالی از هر دین و هر مذهب، فقط این که بگی یه خالقی وجود داره که به ما فکر کرده، همه چی رو برای ما گذاشته، محافظ ماست، روزی هم که ما میخواییم بریم اون میدونه موقعمونه یا باید بریم و باز هم ما رو حفاظت میکنه. وقتی به این علم، به این آگاهی در مغز خودته، ببین چقدر آرامش میگیری، آرامش میگیری. ببین تولد انسان ها همیشه مشخصه ولی مرگ انسان ها رو ما نمیتونیم بگیم. که شما همه میان میگن آقا 1-1-51 تاریخ تولد منه، ولی ببخشید تاریخ مرگتون چیه؟ نمیتونم بگم. میبینید حالا در مورد ادبیات و عرفان و موزیک و اینا که میریم، شما در قسمت‌های خودتون که همکاری خیلی خوبی هم میتونید با من داشته باشید و
ایشون که دارن میرن ایران آقای جعفری، ولی شما عزیز میتونید گهگاه بیاید تو برنامه. ما در رابطه با روانمون هم از موسیقی و ادبیات و عرفان که شما خیلی ممنون آقای دکتر و تشکر میکنم از اینکه شما برنامه های ما رو روی شبکه خودتون هم گذاشتید. بله طبیعت اومدن هفته آینده شروع میشه. بله آینده شروع میشه. خیلی خوشحال هستیم از این قضیه. برنامه در برنامه های آتیمون سعی میکنیم که یک برنامه های خیلی خوبی رو دو تایی به بینندگان از هم از تلویزیون مرکزی هم طبیعت مادر. بله. و خدمتتون عرض کنم اتفاقا به زودی ما شبکه مرکزی یا طبیعت مادر در کدوم دات‌کام هم ربطش میدیم که اونا بیننده های زیادی دارن کدوم دات‌کام که از اونجا هم بتونن. بله. این شبکه ها رو ببینن، برنامه های ما رو ببینن و اونجا هم کدوم دات‌کام اتفاقا یه سایت بسیار خوب علمیه. ما مقالات به صورت تغذیه می نویسیم در اونجا، حتی این دیویدی هامون هم ادورتایز کردیم و یه بیوگرافی من هم هست و اتفاقا چون صاحب این وبسایت ادورتایز بسیار خوب منه، از آقای دکترم من خواهش کردم که یک صفحه‌ای هم برای شما در مورد ادبیات و شعر قرار بده با کمال میل قبول کردن و شما ایشالله هر هفته آینده با کدوم دات‌کام هم همکاری میکنید و در اونجا هم مقالات و موسیقی اینا شعراتون رو می‌نویسین و ما هر راهی رو که بتونیم به مردم نزدیک بشیم انتخاب می‌کنیم. بله. و در مورد سلامت انسان‌ها همونطور که در ابتدای برنامه اشاره فرمودید شما، یه سلامت جسمی داریم و یک سلامت روحی داریم. روحی. که ترکیب این دو یک سلامت کامل به آدم‌ها میده. بخش عظیمی از سلامت روح و روان انسان‌ها با مسائل درونی، عرفانی و این چیزاست که تأمین میشه. و در ارتباط با اینکه شما میفرمودید که چطور شما اعتقاد پیدا میکنید از طریق در واقع نگاه کردن به طبیعت، میخواستم یه مولانا فرموده هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست از زار من. بله اتفاقا خدمتتون عرض کنم که باید خدمت بینندگان عزیز دوباره به عرضتون برسونم که برنامه های ما رو در شبکه مرکزی میتونید از طریق اینترنت و باکس ها و مرکزی تیوی دات کام ببینید و همینطور برنامه 24 ساعت طبیعت مادر رو که مخصوص تغذیه و اینا هست، بسیار شبکه خیلی خوبیه، همینطور در اینترنت و باکس ها ببینید. به دوستانتون بگید خواهش میکنم و ما برنامه بسیار خوبی رو برای شما تهیه میبینیم. حالا که میتونیم یه مقدار صرفه‌جویی در بودجه کنیم، پس میتونیم نه تنها اون کمک‌هایی که باید بشه و حتی این بودجه رو هم باز دوباره در برنامه‌های خوب برای شما عزیزان پخش کنیم، برنامه بسیار مفیدی که شما استفاده کنید. در ضمن به لحظات پایان برنامه‌مون میرسیم، از آقای بهروز جعفری جوان عزیزی که برنامه‌های منو می‌بینن مشتاق بودن بیان تو برنامه، من خیلی خوشحال شدم. محبت کردی، ان شاءالله مسیج ما رو هم ایران برید. حتما. خوش بذره سفرتون. مرسی. خوش باشه. آقای مسعود یکرنگی دوست عزیزم و میتونم واقعا من بگم شاعر عصر ما، چون شعرهای بسیار قشنگی دارن. تشکر میکنم. ایشون با توجه به سوابقی هم که از نظر ارسی و شادروان حسن یکرنگی که بنده خودم ارادت زیادی دارم، با اینکه این شخص بزرگوار رو من ایشون ندیدم از نزدیک، ولی همیشه احساس نزدیکی بهش دارم. خدای مسعودم میدونه، اینن پدر خودم دوستش دارم، همیشه براش دعا میکنم. بزرگواری شما سایه ابوالفضل. اون پایداری و اون مقاومت که در مورد بیماری که داشت سالها در تخت بود مبارزه کرد و هنوز موسیقی و شعر ادبیات رو رها نکرد، جلساتی میذاشت و اینا، البته در برنامه‌ایشون بیشتر آشنا میشیم باشون. تشکر میکنم تشریف آوردید. خدمتتون عرض کنم که لطف کردید که من دعوت کردید آقای ابوالفضل. شما مهمان هستید. نخیر، شما صاحب هستید. خواهش می‌کنم. هیچ اشکال نداره. ولی خدمتتون عرض کنم بینندگان عزیز، ما در نظر داریم برنامه‌های بسیار خوب و با اطلاعات خوب، چه از نظر ادبیات، چه از نظر عرفان، چه از نظر هر نوع برنامه‌ای که فکر کنید و حتی برنامه تغذیه و برنامه‌های دیگه‌ای که به زودی در شبکه مرکزی خواهد اومد، همینطور در شبکه دیگه طبیعت مادر، از اتاق فرمان و مدیریت شبکه آقای سعید مقدم تشکر می‌کنم، همینطور از آقای پژمان عزیز که واقعا در طبیعت مادر زحمت میکشن و خیلی زحمت میشن، تشکر میکنم. همینطور از آقای فرهاد و از سایر دوستان تشکر میکنم که
با ما همراهی داشتن، همکاری داشتن. من با شما عزیزان خداحافظی میکنم، شما عزیزانم همینطور تشکر میکنم. خیلی ممنون که از اینکه ما رو در برنامه خودتون داشتید. خدا نگهدار. روز روزگار به شما خوش.